درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در سخنرانی اخیر خود از نیروهای انتظامی خواسته است که معترضان را با شمشیر مجازات کنند و دست به تفنگ نبرند. وی افزوده است که کسانی که جلوی نظامی مقدس همچون نظام مقدس جمهوری اسلامی صف آرایی می کنند، حیف است که گلوله برایشان مصرف شود و نظام برای کشتن و یا مجازات آنها هزینه کند و باید با شمشیر سزای چنین اشخاص فاسدی را بدهیم. او همچنین اعلام کرده است که این توصیه را مکتوب هم به رهبر معظم انقلاب ارائه خواهد کرد. این سخنان احمد خاتمی واکنش های بسیاری را در داخل کشور به همراه داشته است. طرفداران رژیم جمهوری اسلامی، حزب اللهی ها و بسیجی ها آن را نمادی از اصالت و مبارزه با فساد آن هم به سبک اسلامی خواندند، در حالی که بسیاری از مردم ایران آن را نمایانگر تندروی و عدم تحمل انتقاد و توحش و وحشیگری سران رژیم جمهوری اسلامی بیان می کنند. چون این توصیه‌ای همچنین انتقادات بین المللی جدی را به دنبال داشته است و با اینکه هنوز ساعتی از این اظهار نظر نگذشته است، چندین کشور غربی از جمله سوئد آن را اشاعه رادیکالیسم و فاشیسم دینی دانسته و خواهان برخورد جامعه جهانی با چنین اظهار نظرهایی شدند. این سخنان احمد خاتمی در حالی است که در آستانه سالگرد جنبش ملی زن زندگی آزادی، افزایش بازداشت ها، اعدام ها و مسمومیت دارویی زندانیان سیاسی گزارش شده است. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده درباره اعدام در ایران، جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته 61 نفر را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد جنبش ملی اقدامات سرکوبگران علیه شهروندانش را هم افزایش داده است. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه 11 مرداد 1402 از اعدام 61 زندانی طی یک ماه خبر داد و درباره شدت گرفتن کم سابقه روند اعدام طی ماه‌های گذشته هشدار جدی داد. بر اساس این گزارش اتهام 32 نفر از اعدام شدگان محاربه بوده است. این گزارش افزوده که 11 نفر از اعدام شدگان اهل سیستان و بلوچستان، 3 نفر از کردستان و بقیه از سایر نقاط کشور بودند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که بین 20-30% افرادی که در ایران اعدام می شوند بلوچ هستند. این آمار در حالی است که بلوچ ها تنها بین 2-5% جمعیت ایران را تشکیل می دهند. کمپین حقوق بشر در ایران نیز در گزارش یادآوری کرده است که طی 10 ماه گذشته و از آغاز جنبش اعتراضی سال گذشته تا کنون دست کم 17 نفر با اتهامات سیاسی در ایران اعدام شدند. بنابر این گزارش، این افراد به دلایلی از جمله بیان مسالمت آمیز عقاید متفاوتشان، شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و عضویت در گروه‌های اپوزیسیون به اعدام محکوم شدند. کمپین حقوق بشر در ایران تأکید کرده است که رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از تاکتیک ارعاب و انتقام‌جویی از منتقدان سعی می‌کند که از اوج گرفتن دوباره اعتراضات مردمی جلوگیری کند. بر اساس این گزارش 7 شهروند در اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت و بدون محاکمه درست اعدام شدند. محسن شکاری 23 ساله، محمد مهدی کرمی 21 ساله، محمد حسینی 41 ساله، مجید رضا رهنورد 23 ساله، صالح میر هاشمی 36 ساله، مجید کاظمی 30 ساله و سعید یعقوبی 37 ساله 7 شهروندی هستند که با محاکمه ناعادلانه در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی به کام مرگ فرو رفتند. دیگر زندانیانی که با اتهام سیاسی در ماه‌های گذشته اعدام شدند، پیش از اعتراضات بازداشت و با اتهامی چون فعالیت از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان به چوبه دار سپرده شدند. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران گفته که جامعه جهانی باید برای مقامات ایران روشن کند که ادامه این کشتارها نتیجه ای جز انزوای شدید اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی در پی نخواهد داشت. مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران
تأکید کرده است که نبود یک اقدام هماهنگ و محکم بین المللی چراغ سبز دنیا به این کشتار است. سازمان های حقوق بشری اعلام کردند که طی ماه ژوئیه 2023 برابر با تیر 1402 دست کم 225 شهروند در کل ایران توسط نیروهای حکومتی به جرایم سیاسی بازداشت شدند و این آمار نسبت به سال گذشته 57 مورد معادل 34% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش دست کم 131 شهروند کرد، 19 شهروند بلوچ، 29 زن، 7 کودک و 11 شهروند بهایی طی ماه جولای توسط نیروهای حکومتی بازداشت یا ربوده شدند. این گزارش افزوده است که طی ماه گذشته دست کم 131 شهروند کرد توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند که این آمار نسبت به ماه جوان 54 مورد معادل 70% افزایش داشته است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نیز در گزارشی به مسمومیت دارویی عمدی زندانیان سیاسی و بستری کردن آنها در بیمارستان‌های روانی پرداخته و نوشته که شکنجه دارویی در دهه‌های گذشته گاهن و در مورد زندانیان سیاسی مشخصی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این شکنجه در 5 سال گذشته افزایش یافته است. این گزارش افزوده که سامان یاسین، خواننده 27 ساله زندانی رپ ایرانی که در اعتراضات اخیر در ایران بازداشت شده بود، در اول مرداد ماه به بیمارستان روانی امین‌آباد یا رازی منتقل شد و او در این مورد تنها نیست. ده ها زندانی سیاسی به ویژه بازداشت شدگان اخیر به زور به آنها داروهای روانگردان خورانده شده و یا به مراکز روانپزشکی در ایران فرستاده شدند. در سال 2018 هاشم خواستار، فعال شناخته شده حقوق معلمان، هم توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ربوده شد و مستقیما به یک بیمارستان روانی در شهر مشهد فرستاده شد. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تأکید کرده است که در اعتراضات اخیر که پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در شهریور 1401 آغاز شد، استفاده از شکنجه دارویی در زندانها توسط رژیم اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ساکت کردن زندانیان و خانواده های آنان به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافته است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.